قرآن میگه یعقوب برای یوسف گریه کرد. یعقوب پیغمبر، یوسف پیغمبر. یعقوب میدونست یوسفش کجاست، میدونست سالمه، میدونست در کاخه، میدونست مشکل ندارد. پیغمبر خدا بود، میدونست و گریه میکرد. و ما که نمیدونیم یوسف فاطمه کجاست، ما چقدر باید گریه کنیم؟ ما که باید بیشتر از یعقوب گریه کنیم. که کی آدرس مهدی رو بلده بگه؟ کجاست پسر فاطمه؟ عبرز با امزی تو با آقا کجایی؟ عزیزون علی ان ارال خلق ولا ترا، سخت بر من حجت ابن الحسن، همه رو ببینم تو رو نبینم. گریه هاتون رو برای مهدی بکنید، عشقاتون رو برای پسر فاطمه بریزید. مهدی غریبه، مظلومه، برای یوسف زهرا ناله کنید. عشقاتون رو بیمه مهدی کنید. قرآن داره با مثال یوسف و یعقوب یاد ما میده. یکی از وظایف ما اینه که گریه‌هامون بیمه پسر فاطمه بشه. تا امام زمان میگه اگه تو به یاد من باشی، منم به یاد تو هم. اگه تو برای فرج من دعا کنی، منم برای سلامتی تو دعا میکنم. تو وقتی به فکر من باشی، منم به فکر تو هم. جوان ها نمیدونم این حرف از من تا حالا شنیدید یا نه، ولی بگذارید شب سوم مجلس محرم سال 85 شاید محرم آخرین باشد، بذارید درد و دل امام زمان براتون بکنم. اگه کسی از من بپرسه از امام حسین قریب تر کی، میگم از حسین قریب تر پسر فاطمه مهدی زهرا. دلیلم دارم، استدلالم رو گوش کن. نمیخوام احساساتی بشی گریه کنی، با فهم گریه کن. دلیلم رو گوش کن و گریه کن. من عرضم حسین سید الشهدا درست، به مظلومیت شهیدش کردن درست، اما حسین یه ابوالفضل داشت. عباس امام زمان کیه؟ حسین یه علی اکبر داشت، علی اکبر امام زمان کیه؟ حسین قاسم داشت، اون داشت، جعفر داشت. چراغا رو خاموش نکنید. کیه قاسم و علی اکبر امام زمان؟ کیو داره حجت ابن الحسن؟ کیه امام زمان؟ کیو داره؟ دلش خوش کی کرده؟ دلش خوش من تو کرده؟ من و تو عباسی برای امام زمان؟ یه استدلال. استدلال دوم، از پیغمبر تا تولد امام زمان 255 سال طول کشید. تا اول امامت حضرت مهدی 260 سال. جوانهای دانشجو، جوانهای غیرتمند، جوانهای ولایتی، جوانهای امام زمانی، 13 تا معصوم، مظلومیتشون همه با هم 260 ساله. اما امام زمان به تنهایی 1170 سال قریب. تو رو به خدا مهدی از امام حسین مظلومتر. کسی دیگه سراغ امام زمان رو میگیره؟ کسی دیگه به فکر امام زمان هست؟ 24 ساعت از همین امشبانه روزت گذشت، از دیشب تا حالا به من نمیخواد جواب بده. خودت و امام زمانه. از دیشب تا حالا چند بار توی 24 ساعت به فکر امام زمان بودی؟ به یاد پسر فاطمه بودی؟ آقا کجایی؟ چه میکنی؟ از دست من راضی هستی؟ نیست؟ امام زمان دلش خوش من شما بکنه؟خبر نداری امام زمان پیغام بده؟ ماه مبارک رمضان پارسال که امام زمان علیه السلام روز 13 ماه رمضان تو جمع کردن خدمت یکی از علما، خدمت آقا رسید، میگه دیدم چشمای مهدی فاطمه کوچولو شده، زیر چشمای امام زمان کبود شده.
گفتم آقا چرا به این روز افتادید؟ فرمود از بس سیاه ها گناه میکنند و من اذیت هم میکنم، من از دست شیعه هم به این روز افتادم، من از سنی ها توقع ندارم، این کلام امام زمان، من از زرتشتی ها و بهایی ها و مسیحی ها و یهودی ها توقع ندارم، من از بودایی ها و هندوها توقع ندارم، از بچه شیعه های خودم توقع دارم. شما که معتقدید ابن الحسن میگید امام زمان تو کار هست، شما چرا گناه میکنید؟ شما چرا معصیت میکنید؟ شما چرا چشماتون آلوده شده؟ شما چرا شکماتون پر از حروم شده؟ شما چرا با کاسبیاتون قلب مهدی رو میشکنید؟ شما چرا رباخور و نزول خود شدید؟ شما چرا اینقدر آمار طلاقتون رفته بالا؟ شما چرا آبرومن امام زمان رو تو دنیا میبرید؟ امام زمان از دست من و تو دلش خونه، از دست من و تو، نه از دست سنی ها، نه از دست بهایی ها، اونا که مال امام زمان میشن، اونا اصلا کاری با حجت نمیشن. امام زمان میگه هی میگی ابن الحسن گناه میکنی؟ آقا فرموده بود مردم گناه میکنن، من شب صبح باید گریه بکنم بگم خدایا به خاطر من ببخشش، این گریه کنه حسین، این مشکی پوش حسین من، این برای مادر کتک خوردم گریه کرده، به خاطر گریه هاش خدایا ببخشش، من هی باید واسطه بشم عذاب نیاد برای شما. مهدی برای ما گریه میکنه، چرا ما برای مهدی گریه نکنیم؟ جوانی که شب میخوابه صبح بدون این که نیت کنه صبح بیدار بشه نماز رو، اصلا دیگه تفکر نماز رو این جوان میتونه بگه من شیعه حجت ابن الحسنم؟ حالا یه جوانی شب میخوابه به نیتی که صبح بلند شه نماز صبح بخونه، بیدار میشه بینه نمزد نوی صبحه، نیت داشته و خوابیده بیدار نشده، خوب کرده موبایلش رو بیدار نشده، زنگ خوب کرده و بیدار نشده، خب انام اخول مون آقا میخوابه بدون این که نیت کنه صبح بلند میشه دو رکعت نماز بخونه، بعد از نماز بگه خدایا به حق این نماز صبح فرج آقامو برسون، این جوانی که نه اهل نماز، نه اهل خدا، نه اهل تهجده، خودشو شیعه مهدی میدونه، این قلب امام زمان تیکه تیکه نمی کنه؟ دختر شیعه که با مانتو میان چادر فاطمه گذاشی کنار، حالا که دیگه مانتو تموم شد با پیرن و شلوار دارن میان تو جامعه، گرسش حیا، اگه یه نصف حیا هم توی جامعه بود اون نصف هم دیگه نیم، و این خانمی که هر زک کرده دو زک کرده خودش درست میکنه میاد تو کوچه میتی میده جلو نامحرم ها، دختری که تا چشمش بیفته به یه جوان نیشش تا پناگوشش بازه با چشمش داره عرضگی میکنه، این دختر شیعه قلب مهدی رو تیکه تیکه نمیکنه؟ این زنی که هم کنم آرایش میکنه تو مجلس نامحرم ها میاد، این سیلی به حجت ابن الحسن نمیزنه؟ امام زمان دست کی دلش خونه؟ دست مسیحی ها؟ یهودی ها؟ یا چارت شیعه؟ مثل من شما گریه کنید برای امام زمانت، توبه کنید با گریه کردنتون برای خون امام زمان، تا کجا گریه کنید؟ تا اونجا که قلب مهدی رو به دست بیارید، تا اونجا که گریه بکنیم امام زمان به گریه هامون ترحم کنیم، یک کاری کنیم برای امام زمان. نماز میخونه نه یه قنوتی، نه یه اللهم کن لولی یکی، هیچ هیچ هیچ، به کجا نماز؟ اونا که نماز میخونن نمازشون بو امام زمان نمیده. شما نظره رو برو نگاه کن، آمار نظره رو بگید، چند تا صفره پهن میکنن برای فرج امام زمان، چند تا صفره پهن میکنن بلکه مریضشون رو شفا بده خدا، خونه دار بشن، ماشین دار بشن، بچه دار بشن، قرضشون ادا بشن، دعاهای مردم آدم بیا جمع کنه، خودت که دعا میکنی چند تا دعاها برای حجت ابن الحسن، آرزوات و عدل بیروز بیرون بید، چند تا آرزوات مال امام زمان؟ امام زمان توی دل ما تریده،
تو خونه یه مادر دخترت علامه کنه ولی یکی یادش دادی با تو کچولو تو شعرهایی که تو تلویزیون میخونند و همه رو حفظن همه رو تمام خواننده ها رو میشناسه بچه تمام هنرپیشه ها رو میشناسه تمام فوتبالیست ها رو میشناسه همه برنامه ها رو میدونه شنبه کانال یکی داره دوشنبه چی داره کدوم سریال کی پخش همه حواس رفته تو این تلویزیون تو این قوطی جادو از سهرامی ولی پسر خبر داره دختر خبر داره امام زمان اسمش چیه قرار کی بیاد برای چی نمیان اینقدر که سریال ها رو دنبال میکنید ببینی سریال بعدش چی میشه وقتی هم نبینی از خط تو میپرسی دیشب من خوابم برد نتونستم ببینم پرسیدی این جمعه چه خبر از امام زمان چه خبر به اندازه یه سریال برای حجت ابن الحسن ارزش قائلی به اندازه یه فیلم سینمایی به اندازه یه مسابقه یه فوتبال جوونا که چند شدند و کی برد و کی باخت به اندازه یه توپ ورزشی برای حجت ابن الحسن ارزش قائلی چقدر مایه اومدی برای امام زمانه مگه شیعه نیستی شما از کی سوال کرد پیش کی رفت خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حلبی را شیخ محمود حلبی پیر مداری سویلا میدونم من چه میگم تو همین یاد به شما چقدر منبر رفت مرحوم حلبی مجتهد امام زمانی حجت ابن الحسنی میبرد برای امام زمان همه منبراش امام زمانی بود گریه میکرد مرحوم حلبی که مرحوم کافی شاگرد حلبی بود مرحوم شبازیان شاگرد حلبی بود شاگرداش همه میگن ابن الحسن هر کی تو خط حلبی باشه منبر دربست مال امام زمان کاری با انگای سیاسی هم نداریم که به این اون میچسبونن و مرحوم حلبی میگفت یه مرد یه بوغلمو یه مرد تو خونت باشه ببین طوره به خدا کار خودش هم گریه میکرد گفت امام زمان منو ببخش من چیکار کنم جامعه منو به اینجا رسونده این مثال بزنن هی میزد بودن گفت ای وای بر من چه خاکی مثلا کنم دست مردم و بی تفاوتی مردم که مجبورم این مثال بزنم یه مرد یه بوغلمو تو حیات خونت باشه یه رو بیای ببینی نیست و احتمال بدی در باز و درست بیرون تا کجا دنبالش میری بگرد از همسایا بپرسی بوغلمو منو ندیدی مرغ منو ندیدی میای تا سر کوچه از مغازه دارا میپرسی میگردی کل محل رو که یه مرغ تو پیدا کنی چند سالته 50 سالته 50 سال امام زمان تو نمیدونی کجاست کجا دنبالش باشی کی رفتی پرسی به سر فاطمه کجاست چرا دلامون رو دادیم به دنیا خالی کردیم دلمون از عشق مهدی فاطمه به اندازه یه سند خونت که گم میشه خونه رو زیر رو میکنی یه چکت گم میشه اگه سفید امضا باشه شب خوابت نمیبره امام زمان به اندازه یه دست چک قبول بکن به اندازه یه سند ای داد بیداد امام زمان دلش خون ولی خوش بال اونایی که بلند میشن یبتن روایت داریم جوانای خوب آخر زمان شب که میخوابن با بزرگ میکنن رو به قبله میکنن اگر بدونن شب برا نماز شب بیدار نمیشن سر شب نماز شبشون رو میخونن میدونید که جوان میتونه سر شب نماز شب بخونه میگه آقا من خوابم میبره لیاقت پیدا نمیکنم بعد نماز مغرب عشاش قبل 12 بعد از 12 قبلی که بخوابه میگه من میدونم بخوابم نمیتونم یاد حرکت بکنم وای میسه میخونه بعد رو به قبله میخوام میگه امام زمان خودم رو به تو سپردم امام زمان میشه شب
دست مبارک تو رو سینم بگذاری، تکونم بدی، منو بیدارم کنی، من یه لحظه جمال تو ببینم. با عشق بازی با حجت ابن حسن میخواد صبح بلند نماز صبحشو میخونه، زر آشوراشو میخونه، تو نمازش اللهم کن لولی یک میخونه. آقا این جوان ها روایت این هر کس تو نمازش اللهم کن لولی یک بخونه یا حسن دعا فرج بخونه 90 چیز گیرش میاد. سندش رو بهتون میگم، برید مطالعه کنید. کتاب موعود نامه یا الفبای مهدویت، هر کی درباره امام زمان چیزی میخواد بدونه تمام مطالب ناب رو آقای تونهی در این کتاب جمع کرده. آقای تونهی در کتاب الفبای مهدویت یا موعود نامه، اول همین کتابی که ور میداری 20 صفحه است فقط برای ثواب خوندن دعای فرج که چی گیرت میاد. تا میگه اللهم کن لولی یک، دست بالا میکنی، امام زمان هر جا باشه دست بلند میکنه، میگه خدایا به خاطر من مهدی این جوان هر چی میخواد بشه، خدایا ببینی به یاد منه، منم به یاد او هم، خدایا امروز روز خوشی باشه براش، امروز کمکش کن گناه نکنه، صبح که بیدار میشه نمازشو با اللهم کن لولی یک. وقتی از خونه میخواد بره دانشگاه، میخواد بره بیرون، امام زمانی اینطوری هم دم در میگه یا صاحب الزمان من خودم رو به تو سپردم. آقا خودت میدونی خیابونا چه خبره، آقا خودت میدونی تو این پیاده رو با چه خبره، آقا میدونی زنها امروز تو جامعه دارن چه میکنن، آقا میدونی توی دانشگاه ها چه خبره، آقا خودت میدونی هر کی به باید ایمانش رو افس کنه خیلی سنده. آقا من نمیخوام گناه کنم، تو کمکم کن، تو دست منو بگیر. اگر خودتو به امام زمان بسپاره، امام زمان دستو میگیره. بخوای گناه نکنی، امام زمان دستو میگیره.